به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم. در ساعت یک بعد از ظهر در واشنگتن بارانی با شما خواهم بود. در ساعت پیش رو از استودیو تفسیر خبر در واشنگتن با من و شما هستند در این برنامه آقای حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و پژوهشگر در دانشگاه در فنلاند، پژوهشگر در زمینه صلح، و نیز در همسایگی نزدیکی فنلاند در استکهلم سوئد آقای حسن اعتمادی، تحلیلگر سیاسی. نگاهی میاندازیم همراه با میهمانان این شماره تفسیر خبر به پیامدهای برنامه اتمی جمهوری اسلامی و نتیجه مذاکرات در وین، چه پیامدهایی برای ایران، مردم ایران و سفره مردم ایران داشته است. چرا حسن روحانی، حجت الاسلام حسن روحانی، دکتر حجت الاسلام حسن روحانی چرا مذاکرات وین را همچنان یک پیروزی نامیده است؟ آیا این پیروزی است یا ادامه بحرانی که بیشترین آسیب را به ایران و مردم ایران زده است؟ و موضوعات دیگر مرتبط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای علیزاده عزیز سلام به شما. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان برنامه. آقای اعتمادی گرامی با سلام و خوش آمد. سلام خدمت شما جناب چالنگی، همکارانتون، آقای علیزاده و بینندگان برنامه شما. آقای علیزاده از شما این پرسش رو داریم که میدونیم به طور دقیق دنبال کردید مذاکرات وین رو. نتیجه این مذاکرات به تمدید مذاکرات برای 7 ماه انجام میده، شما نتیجه رو چه میدونید؟ مثل حسن روحانی آیا یک پیروزی میدونید یا چه هست؟ ببینید، بازیگران پرونده هسته ایران از اونجایی که یک نفر یا دو طرف فقط نیستند و اطراف متعددی در این موضوع دخالت دارند، بنابراین اگر بخوایم برآوردی داشته باشیم که آیا پیروزی بوده، آیا شکست بوده، آیا مساوی بوده، این رو بایستی نسبت به تک تک اینها بررسی کنیم، وگرنه امکان پاسخ دادن وجود نداره. به این معنا که حالا ما نسبت به طرف ایرانی اگر بیایم نگاه کنیم، ببینید بازیگران بحث پرونده هسته‌ای فقط این نیست که دسته یک نفر باشه، مثلا دست آقای روحانی باشه. آقای روحانی بسیار ابراز خوشنودی کردن از این صحبت ها و بگیم که مسئله به همین ترتیب. در ایران پرونده هسته‌ای پیچ و تاب های بسیاری داشته. در حالی که آیت الله خامنه‌ای پیش از اینها، یعنی در سال 90، من میخوام کد بدم به یکی از صحبت های ایشون که بسیار صحبت مهمی بود تا نتیجه گیری بکنم برای امروز. در یکی از صحبتاشون در سال 90، هنگامی که رئیس بانک مرکزی زمان آقای احمدی نژاد، آقای محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی کشور، گفته بود که در اثر تحریم ها کشور در شرایط شعب ابی طالب قرار داده. حالا برای اطلاع بینندگان شما، داستان شعب ابی طالب داستانی هستش که پس از ظهور اسلام پیامبر و یارانش در فشار بسیار شدید اقتصادی در دره گیر کرده بودن به نام شعب ابی طالب، تا جایی که میگن از گشنگی مثلا سنگ رو به معده میبستن که این
فشار و درد معده کم بشه. اینقدر در شرایط وخیم اقتصادی وجود داشتن. آقای بهمنی توصیف کرده بود که اقتصاد ما در اثر تحریم ها در شرایط شیب ابی طالب. چند روز پس از این صحبت آیت الله خامنه ای صحبتی کردن، در میتونید سرچ بکنید تو یوتیوب ویدیوش هستش، این تعبیر رو به کار بردن که بعضی بد حساب ها، یعنی اشاره به رئیس بانک مرکزی کشور، بعضی بد حساب ها گمان کردن که ما در شرایط بدر و خیبر هستیم و ما در شرایط شیب ابی طالب هستیم. خیر، ما در شرایط بدر و خیبر هستیم. حالا بدر و خیبر اشاره به فتوحات صدر اسلام داره که گشایش های بسیاری انجام شده بود برای مسلمین صدر اسلام و وضعشون خوب شده. خب تا سال 90 استنباط شخص مقام اول کشور این هستش که ما در شرایط پیروزی هستیم. چه می شود که در سال 92 پس از انتخابات دولت آقای روحانی فرمان نرمش قهرمانانه میدن؟ اگر این مبنا رو قرار بدیم که این قرار شد نرمش قهرمانانه انجام بدن تا شرایط رو به بهبود بگذاره، یعنی وضعیت همون وضعیت شیب ابی طالب واقعا، یعنی وضعیت اقتصادی کشور بغرنجه، این تمدید قرارداد رو ما به هیچ وجه نمیتونیم گشایشی در وضعیت اقتصادی کشور بدانیم. پس بنابراین این نمیتونیم ما یک پیروزی تلقی بکنیم. اما اگر در همین نهاد جمهوری اسلامی مسئله و از زاویه دید کسانی که اهل گفتگو هستند، اهل مصالحه هستند، کسانی که به نحوی در اونها نوعی انعطاف وجود داره و این انعطاف رو به آقای خامنه ای هم تحمیل کردن، مقصود مشخص من آقای روحانی و حامیان او که دو نفر شخصیت مهم در کشور از او حمایت جدی میکنه، که آقای دولا هاشمی رفسنجانی، که آقای خاتمی، آقای محمد خاتمی، اگر این رو مبنا قرار بدیم که باب مذاکره رو باز کردن، تلفن آقای اوباما رو جواب میدن، مذاکرات ایران و آمریکا دیگه رو در رو شده، دوستانه شده، دست میدن. آقای کری تعریف کردن در صحبت دیروزون از دوست همکار خوبشون آقای ظریف. و اگر این رو ملاحظه بکنیم که به هر حال اون روند شتابان وضع تحریم های شکننده که تا سال 92 ادامه داشتش، اینها متوقف شده، مذاکرات از یک دور به دور دوم، از دور دوم به دور سوم امتداد پیدا کرده و فعلا و تحریم های جدیدی وضع نشده، بله به یک معنا می توان این رو یک موفقیت دانست، نه پیروزی بلکه موفقیت نسبی. نسبی از این بابت که ما می بایستی ببینیم نتایج این مذاکرات در پایان این ماراتون. حالا این پایان ماراتون آیا واقعا تا خرداد ماه 93 خواهد بود؟ کسی نمیدونه، شاید پس از اون هم باز ناگزیر به تمدید بشن. به هر حال یه روزی این ماراتون مذاکرات پایان خواهد یافت. اگر در اون صورت واقعا تحریم ها برداشته بشه و اگر در اون صورت اقتصاد رنجور ایران نفسی پیدا بکنه و تنش های بین ایران و ایالات متحده ختم بشه، بله در اون صورت می توان این رو موفقیت و پیروزی برای تیم آقای روحانی، هاشمی و خاتمی دانست. این شکست قطعی برای آیت الله خامنه ای که گفته بود که ما در شرایط خوبی هستیم، دنبال نرمش قهرمانانه رفته ایشون و مصالحه کرده، حق مسلمی رو که ادعا می کردن رو داده و پرونده هسته ای رو متوقف کرد. تاریخ رو که اشاره کردن در واقع تیر ماه سال آینده است، 94 هست که خرداد به که مذاکره تمدید شده. اما آقای اعتمادی عزیز، ما به شب ابی طالب برخواهیم گشت، به بدر و خیبر برخواهیم گشت، در این زمینه حرف بسیار هست. اما آقای اعتمادی عزیز، شما بفرمایید
به نظر میرسه که در این سوی قضیه به ویژه در آمریکا با گشایش کنگره با سختگیری که کنگره خواهد داشت نشونه هاش در نامه 43 سناتور هست خواستار سختگیری های بیشتر شدن تحریم های بیشتر چرا؟ چون معتقد هستند که تمدید مذاکرات به این شکل دادن وقت به جمهوری اسلامی هست و استفاده جمهوری اسلامی از این تمدید وقت به نزدیک شدن به تولید سلاح هسته‌ای به نظر میرسه که دست کم در میون 5 به اضافه 1 نخست آمریکا دستای بسته تری خواهد داشت در دور آینده مذاکرات و دو سختگیری های فرانسه و کمی به سمت کنارتر رفتن روسیه از حمایت از جمهوری اسلامی در مذاکرات هاتون تفسیر شما رو میشه بله برای همطور که آقای علیزاده اشاره کردن میشه از زوایای گوناگون و با انتظارات و دیدهای مختلف نسبت به نتایجی که روز گذشته بعد از پایان جلسه ویان به دست آمد نگاه کرد و ادعاهایی که مقامات جمهوری اسلامی آقای روحانی و آقای ظریف در این زمینه دارن اما همطور که خود شما اشاره کردید به طور نمونه از سوی امریکا به خصوص به نظر من هیچ نشانه مثبتی در خصوص نتایج این مذاکره دیده نمیشه اعتراضات بعضی از نمایندگان کنگره امریکا حتی نسبت به همین اندازه توافقی که صورت گرفته یعنی مجدداً تمدید شد به اصطلاح زمان مذاکره چون که همطور که در صحبت شما بود نمایندگان کنگره امریکا بخش زیادی از نمایندگان کنگره امریکا با تمدید مذاکره مخالف بودند و حتی معتقدند که تمدید مذاکره حالا که اگر انجام گرفته آقای کری رو مورد سوال قرار دادن و گفتن که باید توجیهات خودتون رو در این رابطه بیان بکنید اما این تمدید زمان مذاکره باید با تحریم های جدیدی هم همراه باشه تا حکومت اسلام ایران نتونه به هدف خودش که مسئله ساخت سلاح هسته‌ای است دست پیدا بکنه اما به نظر من خوشبینی جناب علیزاده لاقل برداشتشون نسبت به این مسئله با واقعیت هایی که در این رابطه وجود داره به نظر من خانایی و نزدیکی زیادی نداره شما میدونید که در هفته های گذشته مسئله خبر مربوط به نامی که آقای اوباما برای رهبری نوشته شده بود خود این حاکی از این استش که اوباما و دولت امریکا نسبت به نفوذ و قدرت نه تنها دولت آقای روحانی بلکه تیم ایشون یا به اصطلاح حامیان ایشون آقای رفسنجانی و آقای خاتمی هم باوری ندارن عملا اونها نشون دادن که در طی همین مدتی که دولت آقای روحانی بر سر کار اومده نقش تعیین کننده ای نداشته و همچنان رهبر یعنی آقای علی خامنه‌ای هستن که به اصطلاح تصمیم نهایی و موضع قطعی حکومت اسلامی ایران رو در تمام مسائل به نوعی بیان میکنن همین امروز آقای خامنه‌ای مطرح کردن که مسئله به اصطلاح اعتماد ما به امریکا عدم اعتماد ما به امریکا همچنان وجود داره معاون رئیس مجلس آقای ابوترابی فرد مطرح کردن که زبان ما زبان قدرت باید باشه در برابر امریکا و غرب نباید امید داشته باشیم که از اون طرف مرزها یعنی از سوی قدرت‌های بین‌المللی بهبودی در وضعیت بحران کنونی پیش بیاد و مسئله تحریم‌ها بخواد کنار گذاشته بشه اینا نشانه هایی است که نشون میده که متاسفانه به یک معنا من از سوی مردم ایران میگم که امید چندانی برای به اصطلاح به بهبود این وضعیت و خارج شدن از این بحران به سادگی میسر نیست و به نظر من همونطور که خود شما اطلاع دارید تا روز یک شنبه حتی این تناقض وجود داشت که همه مقامات حکومت اسلامی ایران از جمله آقای ظریف اعلام میکردن که ما به سراغ تمدید وقت برای مذاکره نخواهیم رفت و تا دوشنبه همه چیز مشخص خواهد شد و با اطمینان این حرف رو میزدن اما دیدیم که اینطوری نبود بنابراین علی رغم اینکه ما به جزئیات این بحثا به مانند بقیه به اصطلاح مردم آگاهی نداریم و دسترسی نداریم اما همین که دوشنبه به نتیجه نرسید و مجدداً این مذاکره تمدید شد زمانش نشان دهنده این بحرانی است که وجود داره در بین قدرت‌های 5 به علاوه 1 و حکومت اسلامی ایران و اتفاق عجیبی هم در این زمینه نیفتاده و با توجه به اوضاع اقتصادی کشور ما
و ادامه این تحریم ها، چون تحریم های قبلی همچنان سر جای خودش باقی خواهد موند، در خوشبینانه ترین حالت این استش که تحریم جدیدی به وجود نمیاد. اما حل تحریم های گذشته مسائلی است که حکومت اسلامی ایران تا کنون راه حلی براش نداشته و همونطور که جناب علیزاده هم اشاره کردن، راه حلی بوده که برای به اصطلاح اقتصاد تر اقتصادی که آقای خامنه ای آوردن برای اینکه بتونن صرفه جویی بکنن در امور مختلف، از جمله مسئله به اصطلاح همین بودجه که برای سال 94 در نظر گرفتن، حاکی از این استش که جمهوری اسلامی ایران پول کافی برای حل مشکلات اقتصادی خودش نخواهد داشت و در نتیجه با یک چنین شرایطی ماهای آینده و سال آینده سال سختری است متاسفانه برای مردم کشور ما. یعنی میفرمایید که تمدید مذاکرات به مدت 7 ماه یعنی باز تمدید و ادامه همین تحریم ها و چشم امیدی که آقای ظریف با دهان به خنده های بی معنا گشاده در مذاکرات اتمی داشت برای لغو بخشی از تحریم ها عملا به جایی نرسید در بیان اعتمادی. قطعا همینطوره و برای همطور که میدونید بودجه سال 94 هم اینا با به اصطلاح نفت بشکه 70 دلار در نظر گرفتن و با توجه به اینکه در سال گذشته بودجه سال 93 در زمینه مسئله بودجه عمرانی با کمبودهای بسیار زیادی به اصطلاح مواجه بود و متحقق نشد این بودجه درآمدهای گوناگون، بنابراین در سال آینده ما با مشکلات اقتصادی بیشتری روبرو خواهیم شد با توجه به کاهش قیمت نفت و ادامه تحریم‌هایی که وجود داره. آقای علیزاده عزیز اشاره کردیم به آنچه که آقای خامنه‌ای در اون سال گفته راجع به شبه ابی طالب و همینطور درباره بدر و خیبر، البته ایشون گفته و این قیاس بسیار محل فارغی است، به این معنی که در شبه ابی طالب محمد ابن عبدالله پیامبر اسلام قهرمان اصلی بود و کسان دیگری مثل ابی طالب و یاران محمد پیامبر اسلام تعداد بسیار محدود در شبه ابی طالب. این قیاس وقتی به عمل میاد معنیش اینه که آقایون هم در همون مقام هستند. اولا ایران در با 80 میلیون جمعیت، مناسبات مختلف، اقوام مختلف، مذاهب مختلف در اونجا هستن و آقای خامنه‌ای به هیچ وجه قابل قیاس با من نمیخوام بگم، خب این مثال وقتی میزنن یعنی ما در بدر و خیبر هستیم، ما در بدر و خیبر هستیم، فقط مردم که نیستن با سختی های بدر و خیبر بکشن، های رهبریشون هم رهبری بدر و خیبر هست، رهبری شبه ابی طالب هست، یا آقای خامنه‌ای در قصدی که هستن نگه نزدیک میشن 500 متر اونجا، خب عرض کنم خدمتتون میدیم چه اتفاقاتی میفته. کسی این قیاس های عوام فریبانه که فقط مردم رو به تحمل سختی ها تشویق کنن آیا پوششی نیست برای شکست ها و وضعیتی که مردم رو به اونجا کشوندن؟ شما ببینید کار به کجا رسیده، کار به اینجا رسیده که آقایی به اسم آقای گواهی، آقای نقدی که قبلا ادعای وحی هم کرد، گفت خداوند مسئولیت این داستان های امر به معروف و نهی از منکر رو به بسیج محول کرده، ایشون هم اومده گفته آقا اساسا ما در امامزاده ساله صحبت کردم این ساعاتی پیش امروز صبح، ما امروز در تحریم آب نان و پوشاک نیستیم، اما در کربلا همه چیز تحریم شده بود و با این حال اهل بیت پیامبر با عزت در برابر دشمن ایستادن. این معنی دوم این هست که آقایون پس خودشون امام سوم شیعیان هم هستن، از مردم خواستن که مثل اهل بیت در کربلا مقاومت کنن، امام حسینشون کجاست؟ خود آقایون هم. ببینین این مثال های عوام، این صحبت های عوام فریبانه آقای خامنه‌ای کار بید. محمد پیامبر اسلام، ببخشید حق شما مهمان هستید، باید صبح محمد پیامبر اسلام معروف از خود آقایون بر منبر گفتن که در مدینه خاکستر به سرش میریختن، روز سوم چهارم نریختن، گفت چه خبره؟ گفتن که مریض شده رفت به عیادت اون که میره. الان کسی حرفی زده برخورنده به آقای خامنه ای سهیل عربی به عنوان صبح نبی دارن اعدام میکنن، میخوان اعدام کنن خود پیامبر چنین که
منظور آیا تمام اینها به اصطلاح پوششی نیست بر ناتوانی های سیاسی آقایون در عرصه بین المللی؟ آیا همونطور که شما اشاره کردید از آقای خامنه این موزاییک قدرتی که وجود داره در تهران تا هیئت عزاداران مسجد نارمک وقتی میتونن تأثیر بذارن روی سیاست خارجی، آیا به همینجا نمیرسیم که رسیدیم که باز 7 ماه تمدید، باز 7 ماه سختی؟ ببین جام جالان چلنگی، بحثی هستش تحت عنوان روانشناسی سیاسی که در این علم میپردازن به این که رهبران سیاسی چگونه در قدرت و هنگام بودن در قدرت چگونه میاندیشن، چه ابزارهایی رو به کار میبرن. چرا؟ چون سیاست علم قدرت است، کسب قدرت، نگه داشتن قدرت، پاس دادن قدرت. هر آن کس که وارد این حوزه بشه او دنبال کسب قدرت هستش. حالا در جمهوری اسلامی آمدن و یک همزاد پینداری بین خودشان و صدر اسلام درست کردن. حالا یعنی به یک باره خودشون رو آوردن، بردن، پرتاب کردن به صدر اسلام و خودشون رو با اونجا مقایسه میکنن. حالا این مبناش چی هستش اینها بماند، اما ای کاش حالا شما خودتون رو میخواید با کسی مقایسه بکنید، ایرادی نداره، شما خودتون میتونید با هر کسی در دنیا مقایسه کنید، اما ای کاش لااقل شما خودتون رو با یکی از فرازهای تاریخی مقایسه میکرد. یه زمانی خودشون رو میان با پیامبر، در این مثل مسئله که ما در خیبر و بدر هستیم، خب دوران پیامبر اسلام هستیم، یه زمانی ایشون خودشون رو مقایسه با حضرت علی میکنن. یادتون نره سفری رو ایشون به قم داشتن، در اونجا پارچه‌ای نوشته بودن، پارچه نوشته‌ای بودش که زین علی تا آن علی فاصله یک آینه است، آن علی از نجف و این علی از خامنه است. شما نگاه کنید ببینید، یعنی مقام آقای خامنه ای رو حتی در اون پندارهای شیعی که مقام والایی برای معصومین قائل هستند، ببینید آقای خامنه ای رو تا کجا بالا میبرن که فاصله یک آینه است، آن علی از نجف و این علی از خامنه است. بعد یک زمانی بیان این رو شیفتش میکنن به مسئله کربلا. شما دیدید در پذیرش قطعنامه میگفتن، قطعنامه 598 میگفتن که صلح اسلام و کفر معنی ندارد، ما با مثل کربلا در کربلا خواهیم بود و چه و چه و چه. حالا وقتی که شما خودتون با اینها مقایسه میکنید، چگونه جناب آیت الله خامنه ای شما میاد به عنوان نرمش قهرمانانه رو به کار میبرید در مذاکرات هسته ای؟ توجه داشته باشید نرمش قهرمانانه یک سوتیتر عنوان کتابی هستش که ایشون ترجمه کرده در دورانهای گذشته چندین دهه قبل از صلح امام حسن و زیر کتاب نوشته صلح امام حسن یا نرمش قهرمانانه. حالا اون قصه امام حسن که امامی بوده از قدرت و از پدرش گرفته و بعد در اعتقاد شیعه این قدرت الهی بوده به او تفویض شده و ایشون پای مصالحه رفته با شخصی چون معاویه این رو واگذار کرده. خب اینجا خودش مباحث کلامی هستش که اصلا نمیخوام ورود در بحث کنم. اما خب به هر حال نرمش قهرمانانه یعنی شخصیتی مثل امام حسن میادش و قدرت رو واگذار میکنه به شخصی مثل معاویه که میدونید در نگاه شیعه بسیار فرد پلیدیه. این نکته‌ای که ما متاسفانه شاهد بودیم در پس از انقلاب اسلامی که همزاد پنداری میکنن با صدر اسلام، خودش امر تأسف انگیزی است. اما علاوه بر این میگیم حالا اگه شما میخواید خودتون رو همزاد پنداری بکنید با کدام یک از اینها؟ حالا امروز با امام حسن، یک روز با امام حسین، یک روز با پیامبر، یک روز با امام علی، لازم باشه با امام صادق، یک روز نمیدونم. یعنی این آشفتگی و این درهم برهمی واقعا پاسخی براش وجود نداره. آنچه که هستش ما فقط می‌خواستیم یک استناد سیاسی بکنیم در بحث فرهنگی. بله بله کاملا. و اهانتش در واقع آقای علیزاده، اگه صبح نبی هست این صبح نبی است. بله خودش تصویر مثل آقای خامنه‌ای خودشون رو بذاره جای پیامبر اسلام در شب ابی طالب. بفهم بله.
ولی من نتیجه خودم در مسئله هستی اشاره بکنم، چون نکته ای رو ای بسا میهمان دیگر برنامه من از صحبت من یا صحبت من احتمالا گویا نبود به قدر کافی. من اعتقادم بر این نیست که پرونده هسته ای پرونده حتی در نهایت مذاکراتی انجام بشه، بالاخره گشایشی انجام بشه، مثلا تحریمی برگزار. من گمان نمی کنم که اولا ما به یک توافق بسیار جامعی شاهد خواهیم بود که توافق کاملی انجام بشه، یک. دوم این که همین مقدار که مسیر مذاکرات شما برگشته، یعنی شما پذیرفتید که کشور رو به شرایط شعب ابی طالب بردید، این رو رئیس بانک مرکزی شما میگه و تو دهنش میزنید، میگید که او یک انسان ساده لوح، آدم بی حساب بد حساب، این تعبیر رو به کار میده در مورد رئیس بانک مرکزی خودتون، و بعدا 2 سال پس از اون ماجرا میاید نرمش قهرمانه انجام. ببینید نرمش قهرمانانه هم در برابر چه کسی؟ اینجا هم نکته دیگری نهفته. نرمش قهرمانه چه کسی در برابر چه کسی انجام داده؟ آن کسی که داره نرمش رو انجام میده، انعطاف رو انجام میده، به زبان ساده امروز مصالحه میکنه، سازش میکنه، کنار میاد، اون کسی است که مدعای اسلام ناب محمدی رو داره. او کسی هستش که خودش رو در این حرفای تئوریک خودشون رو مرتبط به امامت و از امامت به نبوت و از نبوت به الوهیت خداوند، این تو مشروعیت خودش رو از این کانال میدونه، فرض میکنه. و سپس این نرمش قهرمانان رو اسلام ناب محمدی در برابر شیطان بزرگ میکنه. ببینید این تعابیر خودشون رو دارم به کار میبرم، نه تعابیر من نیست، برداشت نشه. در برابر شیطان بزرگ، آن کس که هیچ غلطی نمیتواند بکند. ببینید من این میخوام این رو بگم، اصلا منهای این که بحث اقتصاد ما گشایش پیدا بکند یا نکند، مصالحه با آمریکا بکنیم یا نکنیم، اصلا با آمریکا دوست بشیم یا نشیم، اصلا فکر کنید تمام مشکلات امروز ما با آمریکا و جهان حل بشه. من میخواهم بگویم که نظام تئوریک فکری جمهوری اسلامی در پایه و بنیاد خودش لرزیده و فرو ریخته. حرف من این هستش. حرف من این هستش. بسیار حرف روشنی میبخشید آقای اعتمادی. این بله. فرو ریختگی رو شما نیز میبینید و در کجاست؟ در اقتصاد است، در نظام سیاسی هست. این منزوی بودن ایران طی این سالها، اصطلاح بسیار خوبی به کار بردن، بیان کننده واقعیت هست. رئیس بانک مرکزی خودتون، و ما میبینیم که واقعا جریان اقتصاد کشور در یک حوزه محدودی میچرخه و گاه یک آب باریکه‌ای هم به بیرون میره که اون بقیه ملت ازش استفاده میکنن، درآمدهای نفت. این فروری اثرات این تحریم ها رو، برنامه اتمی ایران رو بر اقتصاد ایران شما چطور میبینید آقای اعتمادی؟ من به سوال اولتون برمیگردم، ولی خب سوال دومتون در مورد مسئله تاثیر این تحریم ها بر اقتصاد ایران، همونطور که در ابتدا خدمتتون عرض کردم، با توجه به اینکه در 2 سال گذشته به خصوص بخش زیادی از مراکز صنعتی و تولیدی ایران کاملا تعطیل شده و هیچ گونه فعالیتی نداره، درصد بیکاری نسبت به 2 سال گذشته رشد به اصطلاح چشمگیری داشته، و باز با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی و حتی این شرایط جدیدی که قرار شده که 700 میلیون دلار در ماه از ذخایر ارزی و پولایی که بلوکه شده است و متعلق به ایران هست رو در ازای به اصطلاح شرایطی که حکومت اسلامی پذیرفت، یعنی شرایطی دیگه که از ژنو تعیین شد رو پذیرفت، بهش پرداخت بکنن. این 700 میلیون دلار رقمی است که فقط حتی نمیتونه یارانه های به اصطلاح متعلق به مردم رو تامین بکنه. ادامه این وضعیت هیچ شرایط روشنتر و وضع مناسبتر رو برای پیشرفت مشکل اقتصادی ایران و بهبود وضعیت اقتصادی ایران نمیتونه به وجود بیاره. اینکه جناب علیزاده اشاره میکنن که فروپاشی حکومت اسلامی رو
از یک زاویه کاملا درسته، یعنی از بر اساس اعتقادات مذهبی و مسلکی که مردم ایران داشتن به عنوان یکی از کشورهای اسلامی در منطقه، بر اساس همین تناقض‌گویی‌ها و همین اعمال و رفتار به اصطلاح ناپسند و پر از تضادی که سران حکومت اسلامی ایران در طی تمام این سال از خودشون نشون دادن، فرو پاشیده. امروز مردم ایران مردم 36 سال پیش نیستن و باورهای مذهبیشون مانند گذشته به شدت وجود نداره، اگرچه در لایه‌ها و اقشاری از مردم جامعه ایران حداقل به شکل تظاهر این عمل هست، این روابط و مناسبات وجود داره، چون در اون کشور زندگی میکنن، وابسته به حکومت هستند و میباید ظاهری رو به یک نحوی حفظ بکنن. بنابراین از این بابت من با آقای علیزاده معتقدم، یعنی فروپاشی ذهنی نزد مردم نسبت به باورها و ادعاهایی که سران حکومت اسلامی به عنوان یک رژیم اسلامی و یک رژیم ایدئولوژیک مذهبی داشتن. اما لحاظ سیاسی واقعیت این استش که حکومت اسلامی ایران با همه بحران‌ها و سختی‌هایی که در مقابلش وجود داره، انداز سیاسی هنوز بر سر کار باقی مونده و این هم نتیجه این استش که نیروی اپوزیسیون واقعی در برابر این حکومت وجود نداره و به همین خاطر هم هستش که شاید به یک معنا جهان هنوز تصمیم قطعی خودش رو، یا قدرت‌های بزرگ جهانی تصمیم قطعی خودش رو در قبال حکومت اسلامی نگرفتن و به یک معنای دیگر. آقای اعتمادی، من همینجا، چون این یه بحث دیگه ما داریم وارد میشیم که از نظر سیاسی، اینی که دلیل ماندگاری حکومت ایران این هست که اپوزیسیونی در برابرش نیست، این خوب جای بحث بسیار داره. حکومت ها فقط به این دلیل نیست که میمونن، به دلایل دیگه ای هم ممکنه بمونن، شدت سرکوب و و و و بقیه چیزا، و کمان که مثلا فرض بفرمایید حکومت سوریه اپوزیسیون انواع و اقسام داره و جامعه جهانی هم هیچ کار اقدام خیلی روشن نکرد در جهت، عرض کنم خدمتتون، حمایت از اپوزیسیون سوریه یا نیروهای مخالف. ترجمه من میکنم، با حکومت ها رو میگن اپوزیسیون، برای بعضی از بینندگان من میگم. ببینید، ما این یک بحث دیگه است، نمیخوایم فعلا واردش بشیم. اینی که چه آثاری مترتب بوده، پیامدهایی داشته این برنامه اتمی بر اقتصاد ایران، که بانک مرکزی رو به مرورم، و خیلی هم معتقد هستن که این وضعیت تمدید به اصطلاح تحریم ها باندهایی هستن، باندهای اقتصادی که زینف هستن، یعنی از این شرایط فعلا موجود گروهی بهرمند میشن از نظر اقتصادی، گروه خیر زیان میبرن. یعنی معتقد هستن که فرض کنین باند یا گروه یا جناح آقای رفسنجانی خواستار باز شدن درهاست به سوی جهان آزاد، اقتصاد آزاد، داد و ستد با عرصه بین المللی. گروهی هستن خیر مثل جناحی در پاسداران که اسکله‌هایی رو در اختیار دارن و اقتصاد مملکت هم در دست خودشونه، بخش عظیمیش، و این وضعیت به نفعشون هست از طریقی که تا به حال انجام داد. آقای اعتمادی، بله، برای نتیجه تاثیرات منفی از اقتصادی و در رابطه با این تحریم ها کاملا مشخصه و همونطور که شما اشاره کردید، جنایی از حکومت و باندهای مافیایی قدرتمند در حکومت در طی تمام این سال ها که این تحریم ها وجود داشت تونستن به نفع خودشون بهره برداری های بسیار کلانی بکنن. اما از یک سو فشار بر روی مردم جامعه شدت یافت. بس سر این استش که آیا دولت آقای روحانی میتونه در برابر یک چنین شرایطی ایستادگی بکنه و تغییرات اساسی رو به وجود بیاره؟ واقعیت این استش که نه. من قصدم این بود در رابطه با نقش سیاست‌های قدرت‌های بین‌المللی در رابطه با ایران، با اشاره‌ای که به مسئله عدم وجود یک نیروی اپوزیسیون کردم، می‌خواستم این رو بگم که به هر حال این نظریه وجود داره، ادامه این تحریم‌ها موجب نارضایتی بیشتر مردم خواهد شد و در نهایت نارضایتی مردم حد و مرزی داره و اگر به یک نقطه‌ای برسه که قابل کنترل نباشه و قابل تحمل نباشه، قطعا واکنش‌هایی رو مردم در برابر این وضعیت بد اقتصادی نشون میدن و در یک چنین شرایطی است که به هر حال قدرت و تعادل قدرت در ایران به هم خواهد ریخت زمانی که وسعت اعتراضات به این حد باشه. شما نگاه کنید همین مسئله در گذشت این خواننده جوانی که در دو هفته پیش اتفاق افتاد، یا همین معلمی که در بروجه توسط یکی از دانش آموزانش به قتل رسید، موجب به اصطلاح حضور هزاران نفر از مردم در صحنه به اصطلاح اعتراض یا به بهانه حمایت از اینها حضورشون در خیابان‌ها به نوع اعتراض به
حکومت اسلامی است و این نشون دهنده یک نوع نارضایتی عمیقی است که نتیجه همین تحریم‌هاست که در جامعه به وجود آورده و ادامه این تحریم‌ها طبیعتاً این وضعیت رو شدت بیشتری بهش خواهد داد. گفتگو می‌کنیم با آقای حسن اعتمادی، تحلیلگر سیاسی در استکهلم، سوئد و در فنلاند، هلسینکی، با آقای حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و پژوهشگر در زمینه صلح در دانشگاه در فنلاند، هلسینکی. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای علیزاده، ببینید، گفته میشه مطالبی بوده ظرف همین 24 ساعت اخیر در رسانه‌های آمریکایی که به هر حال آمریکا و بقیه کشورها ناچار هستن هوای ملاحظاتی درباره همپیمانان خودشون، دوستان خودشون در منطقه داشته باشن، هم از اسرائیل تا کشورهای عرب. سیاست‌های جمهوری اسلامی خیلی بر این عقیده هستن که عرب جنوب خلیج فارس رو به اسرائیل نزدیکتر از هر زمان می‌کرده. کما اینکه سفر آقای سعود الفیصل در جریان روزهای آخر مذاکرات به وین رو که تقریبا با اعتراض رسانه‌های دولتی تهران هم روبرو شد بی اثر نمیدونن در تأکید تعهدات آمریکا نسبت به همپیمانانش در خلیج فارس. این رو تا چه اندازه شما تایید میکنید و این سفر رو تا چه اندازه در آنچه که بالاخره جان کری در اونجا عرضه کرد موثر میدید؟ خب خرسند هستم از طرح این پرسش، به دلیل اینکه ما اگر برای بحث پرونده هسته‌ای که آیا موفقیت از پیروزی هست، پیروزی نیست، برای کدوم، هم پرسش اول شما، ما پاسخ جامعی نمیتونیم به اون بدیم. اگر که شرایط کلی منطقه، یعنی مسئله پرونده هسته‌ای یک مسئله تک پرسشی نیستش، معادله تک مجهولی نیستش که فقط بگیم که خب حالا آمریکا از ایران نگرانی هایی داره و به هر حال احضار تحریم و تهدید و همه رو به کار برده یا و خب ببینیم حالا نتیجهش به کجا می انجامه. بله که این پرونده هسته‌ای در واقع یکی از پرونده های جاری و ساری در معادلات پیچیده منطقه خاورمیانه هستش. میدونید که به هر حال تئوریسین ها معتقد هستند که خاورمیانه جدید متولد شده و عمده ترین وجه خاورمیانه جدید رو در هم بودن، در هم و بر هم بودن، آشفته بودن، این وضعیت خاورمیانه جدیدی هستش که نگاه کنید، مقایسش کنید مثلا با 5 سال پیش، 6 سال پیش که خب معمولا همه چی آروم بوده. حالا شما نگاه کنید از شمال آفریقا تا بحرین در خلیج فارس تقریبا همه آشفته هستن، حتی عربستان هم در بعضی جاهاش آشوب‌هایی دیده میشه، در قصه بحرین و نمیدونم یمن و دیگه کشورها هم تقریبا وضعیت بسیار وخیم‌تر هست. خب اگر بخوام ما از زاویه معادلات منطقه‌ای نگاه بکنیم که از جمله پرونده هسته‌ای ایران هم در اون دخیل هستش، در این معادلات منطقه‌ای الان 4 بازیگر مهم وجود دارن. یکی اسرائیل هستش، خب به دلیل کشور بودن، یعنی اتحاد قوی که با اروپا و آمریکا داره، بحثش جدا هستش. دوم ترکیه است که اسلامگراها در قدرت رسیدن، این اولین جریان اسلامگرایی در منطقه، یک فاکتور. دوم فاکتور اسلامگرایی از نوع و تفسیر عربستان سعودی، نوع تفسیر وهابی اون در مقابل تفسیر اردوغان که تفسیر اخوان المسلمینی هستش. میدونید فکر مکتب اخوان المسلمی با مکتب وهابیزم تفاوت بسیار متفاوتی. بله حالا اون به کنار. سوم هم تفسیر اسلام گرایانه از نوع شیعی جمهوری اسلامی.
اینها رو اگر در کنار هم قرار بدیم، شاهد خواهیم بودش که یک نزاع زیر پوستی هم در خاورمیانه در حال اتفاق هستش، تا آنجایی که به ویژه ایران و عربستان سعودی در یک نزاع یا یک جنگ نیابتی قرار گرفتن. شما نمونه این جنگ نیابتی رو میتونید در شرایط وخیم سوریه ببینید که ایران و عربستان هر کدوم یک طرف ماجرا رو کشی گرفتن. در یمن میتونید ببینید که ایران حمایت کرده از حوثی ها و عربستان حمایت میکنه دولت مرکزی. همین وضعیت رو شما در بحرین میتونید ببینید، همین رو در عراق میتونید ببینید، همین رو در لبنان میتونید ببینید. پس بنابراین اینها نگرانی هایی بوده که برای عربستان هم وجود داشته. عربستان حاضر نیستش که آمریکا امتیاز چشمگیری رو برای ایران بده، حتی اگر که آقای اوباما هم قانع باشه. و دیدیم سفر آقای سعود الفیصل به اونجا و دیدار کردن آقای کری در داخل هواپیمای ایشون، یعنی ایشون هواپیما پایان پایی نیومدش، یعنی آقای رئیس جمهور وزیر خارجه ایالات متحده در داخل هواپیمای او میره و باش مذاکره میکنه. به حال اینها معنا و مفهوم بسیار زیادی داره و نشان میده که عمق اختلافات در منطقه خاورمیانه چگونه هستش، که از جمله ارتباط داره به پرونده هست. اشاره که کردن آقای علیزاده، یک اشاره تکمیلی من داشته باشم از زاویه دیگه، که منطقه به همین دلایل پر شده از خلیفه، امام، امامزاده که به وفور برای شیعیان، و مونده کسی ادعای پیامبری هم به زودی بکنه، چون چندین خلیفه فعلا داریم، امام حوثی ها داریم و امام ایرانی هم داریم که آقای خامنه ایست، با یه کمی رودرواسی اینجا و اونجا فقط مطرح میکنه امام خامنه. به هر حال آقای اعتمادی، اما خارج از حوزه نگاه های مذهبی یا خواستگاه مذهبی یا انگیزه های توسعه طلبی دینی هر کدام، هر سه کشور عربستان، ترکیه و ایران، اسرائیل خوب داستان دیگه ای داره، این نکته مطرح هست. چی هست این نکته؟ که عربستان و اسرائیل هر دو نگران تولید سلاح اتمی ایران هستند و این زمینه نزدیک شدن اوناست. عربستان پنهانم نکرده که اختارم کرده که ما اقدامات اولیه رم در واقع گزارش های منتشر شده که به نقل از منابع عربستان که اقدامات اولیه رو برای تولید سلاح هسته‌ای ناچاریم انجام بدیم. چرا؟ می‌بینیم بالای سرمون ایران داره به سلاح هسته‌ای نزدیک میشه، دست راستش ایران در عراق هست و از بالای سر ما در حیات خلوت عربستان حوثی‌های یمن رو به قدرت رسوندن، یا به وضعیتی که فعلا هست در آستانه قدرت. تفسیر شما نمیشنم زمینه نزدیکی اسرائیل عربستان. ببینید، همونطور که اشاره کردید در منطقه قدرت های تعیین کننده علاوه بر این چند قدرت که اشاره شد، نقش مصر هم هست و به نوعی رابطه حسنه که بین این سه قدرت مصر و اسرائیل و عربستان لاغر در شرایط کنونی در رابطه با سیاست های حکومت اسلامی ایران در منطقه است و طبیعتا ارتباط اینها با کشورهای بزرگ غربی که در رأسش امریکا قرار دارن. من اینجا میخوام یه نکته رو اشاره بکنم و بعد بپردازم به موضوع پرسش جناب عالی، و اون اینه که آقای کری در پایان مذاکرات دیروز در مصاحبه با خبرنگاران یه جا اشاره میکنه که ما موفقیت‌های زیادی به دست آوردیم و بعدم توضیح میده این موفقیت بزرگ در طی یک سال گذشته، یعنی از ژنو تا وین، این بود است که حکومت اسلامی ایران از فعالیت‌های هسته‌ای خودش به اصطلاح نسبت به گذشته دست برداشته، و واقعیت اینه که اشارهش به مسئله از بین بردن اون مقدار اورانیوم 20% که غنی شده بود و همه اونها رو به اصطلاح از بین برد و در نتیجه امکان دسترسی به سلاح هسته‌ای حداقل برای دوره‌ای متوقف شد. آقای کری اشاره میکنه که برای ما و دوستان ما در منطقه امنیت به وجود آورد این یک ساله. بنابراین با توجه با یک چنین دیدگاهی
واقعیت این هستش که حکومت اسلامی ایران، البته آقای علیزاده اشاره کردن، در 5 سال اخیر به منطقه خاورمیانه دچار بحران شده. به حکومت، من میخوام اینو کاملترش بکنم، بگم با روی کار اومدن حکومت اسلامی ایران در 36 سال گذشته، از همون ماهای اول با آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق و به دنبال اون دخالت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای منطقه و دامن زدن به آشوب و جنگ و کمک به گروه های تروریستی و دامن زدن به دعوای بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها، همه اینا و امروز البته اشاره ایشون این بود به این شکلی که ما میبینیم، یعنی در شمال آفریقا اشاره کردن، در تونس که حالا خوشبختانه به سرانجامی داره میرسه، در مصر و در کشورهای دیگه، در یمن، سوریه به این شکل گستردش و عراق هم همچنان دوچار بحران هست. این خوب قبلا نبود، یک درگیری بحران مزمن فلسطینی ها و اسرائیل هست که اون 50 ساله بود، جنگ ایران هم اضافه شد اون داستان دیگه، به این شکل گسترده منظورشون. من منظورم اینه که زمینه های این بحران رو یکی از عوامل اصلیش حکومت اسلامی ایران بود که به مرور در طی این 36 سال به وجود آورد، و این درسته که در این 5 سال اوج دیگری به خودش گرفت و امروز ما دیگه منطقه خاورمیانه رو و بخشی از افریقا رو به عنوان یک منطقه جنگی باید به حساب بیاریم، یعنی به صورت رسمی در اونجا جنگ هست. ولی در رابطه با این مسئله بحران، من معتقدم که قطعا ایران یک کشور کاملا منزوی است، به هیچ وجه از حمایت قدرت‌های بزرگ برخوردار نخواهد بود. این رو قبلا خدمت شما عرض کردم، چون دشمنی ایران با غرب و به ویژه با امریکا یک دشمنی استراتژیکه، از سوی امریکا هم به همین صورت یک دشمنی استراتژیکه، کما اینکه رسما هر دو اینا اعلام میکنن، همین امروز هم باز اعلام کردن که ما به امریکا، آقای خامنه ای اعلام کردن که ما به امریکا اطمینان نداریم، امریکایی هم گفتن که ما به ایران اعتماد نداریم بر اساس گزارشی که آژانس داده. شما وقتی میگید دشمنی استراتژیک، منظورتون چیه؟ بین مردم ایران، کشور ایران، رهبران ایران، رهبران آمریکایی، و اساسا دشمنی استراتژیک یعنی چی؟ دشمنی استراتژیک به معنای ایدئولوژی دو نظام سیاسی است که در غرب و در ایران وجود داره. نظام سیاسی ایران بر اساس به اصطلاح باورهای مذهبی شکل گرفته که غرب رو به عنوان به اصطلاح دشمن خودش ترقی میکنه، و این بر اساس احکام الهی که در چارچوب مواضع مذهبی و نظری و سیاسی سران حکومت اسلامی وجود داره، این به صورت استراتژیک عمل میکنه. و غرب به عنوان نظامی که به دموکراسی اعتقاد داره و در چارچوب قوانین عرفی و دموکراتیک عمل میکنه، نمیتونه یک چنین نظامی رو بپذیره. و در این حال هر دوی این قدرت‌ها، قدرت به اصطلاح عرفی و دموکراتیک غربی و قدرت مذهبی و ایدئولوژیک حکومت اسلامی ایران، قصد اینو دارن که در خاورمیانه نفوذ بیشتری رو داشته باشن، و در نتیجه اینا به عنوان دو جریان متخاصم در برابر هم سفارایی میکنن. راه دیگری وجود نداره. اینکه مذاکره به انجام برسه نرسه، تحریما شدت پیدا بکنه نکنه، برداشته بشه، همه اینا رو میشه راجبش بحث کرد. ولی آیا میشه این دشمنی استراتژیک رو از سوی دو تا نظام از بین برد؟ قطعا نمیشه. طبیعتا در بین ملت‌های منطقه و از جمله کشور ایران و مردم امریکا و غرب هیچ گونه دشمنی برای خب شما دیدید که پرزیدنت اوباما برای آقای خامنه‌ای نامه نوشتن، این نشونه دشمنی نیست. ببینید سیاست آقای اوباما به عنوان به یکی از سیاستمداران یا رئیس جمهور کنونی امریکا، سیاستی است که به هر حال ایشون در نظر دارن و فکر میکنن از این طریق میشه شرایط رو به نفع امریکا و به نفع غرب تغییر داد. اما مسئله اساسی تر اون نکته است که خدمتتون عرض کردم، یعنی تخاصمی است که بین دو جریان ایدئولوژیک وجود داره. مثل زمان پیش از روی کار آمدن حکومت اسلامی، جنگ سردی که بین اردوگاه به اصطلاح سوسیالیسم و امپریالیسم به اصطلاح وجود داشت. بسیار آقای علیزاده، ببینید در مذاکرات روسیه و چین هم هست و دوستان حکومت ایران، تا چه اندازه این دوستی قابل اعتماد هست؟ آقای خامنه‌ای میگه با آمریکا نمیتونه اعتماد کنه، ولی در دراز مدت تا چه اندازه میشه روی حمایت یا دوستی پکن و مسکو در ارتباط با برنامه اتمی ایران به اصطلاح حساب کرد؟ رهبران تهران میتونه حساب کنه؟ بله، پس من برگردم به اون پرسش قبلی که اشاره کردم، منطقه خاورمیانه
جریان های مختلف سیاسی و منافع مختلف در اون در حال نزاع هستند. یکی از این نزاع ها هم برمیگرده به نزاع دو کشور بزرگ مثل ایالات متحده و روسیه از یک طرف و چین به عنوان کشوری که کشور در مصرف بالای نفتی داره، در اونها هم در این پرونده دخالت دارن. به هر حال الان توجه داشته باشید که دست آمریکا در منطقه خاورمیانه زیر ساطور روسها قرار داره و دست روسها در پرونده اوکراین زیر ساطور آمریکا قرار داره. این رو بعد این معادله رو در ذهن خودمون اول در ترسیم بکنیم. لذا در کلیت من فکر میکنم آمریکا و روسیه به هر حال دارن نگاه میکنن که چگونه این دوتا، یعنی آشوبی که در خاورمیانه هست و آشوبی که در اوکراین هست رو چطوری به سرانجام برسونن که منتهی به جنگ گرم بین این دو کشور نشه. بله، اما در به طور خلاصه میخوام این نتیجه گیری رو بکنم که باز ما در این نظام فکری فروپاشیده جمهوری اسلامی یه نمونه دیگه رو همینجا میتونیم بگیم. تا پیش از این دوران احمدی نژاد آمدن گفتن که ما چرخش به شرق خواهیم داشت. ما چه احتیاجی داریم به اتحادیه اروپا، چه احتیاجی داریم به کانادا، آمریکا، چه احتیاجی داریم به مجموعه کشورهای غربی اصطلاحاً، و نگاه به شرق رو مطرح کردن. همه کالاهامون از اونجا وارد می‌کنیم و هر چه کالاهای بنجل بودش رو وارد ایران کردن، دیدن آخرام پاسخگو نیست. حال اینک اسلام ناب محمدی رفته به آمریکای جنایتکار و آمریکای شیطان بزرگ و آمریکایی که غلطی نمیتواند بکنه، داره پولهای خودش رو با اجازه آمریکا خورد خورد میگیره و دوباره از نگاه به شرق به نگاه به غرب اومده. فقط شما استندر ترسیم کنید که این تناوب، این تنش، این بالا پایین رفتن ها، این فراز و فرود ها چه بر سر سیاست یک کشور می آوره که حالا ما انواع و اقسامش رو در جمهوری اسلامی شاهد بودیم. یک نمونهش هم از نگاه شرق به غرب رو بازه. سپاسگزار هستیم آقای علیزاده در فنلاند، با سپاس از شما. و سپاسگزار هستیم آقای اعتمادی در استکهلم، دو کشور در منطقه اسکاندیناوی که مطمئنم سرتر از واشنگتن و لندن هست و تهران. با سپاس از شما. متشکرم. و اما بینندگان عزیز، در صفحه فیسبوک من پیام هایی که بگذارید از این به بعد بازتاب خواهیم داد، آنچه را که در ارتباط با برنامه ها هست، مطالبی که مطرح میشه، پرسش هایی که دارید از میهمانان که در آینده بپرسیم. سپاسگزار هستم از کسانی که تا به حال پیام گذاشتن در این صفحه. بسیارن، من نام برخی از دوستان رو میبرم در اینجا: زرتشت احمدی، راغب، امین ایمنی، آریا شاد، سامان فریدی، علی رضا سلیمانی، محسن محسنی، علی رضا کیا موسوی، مازیار سعیدی و دوستان بسیار دیگر. با ما در تماس باشید از طریق صفحه فیسبوک که میبینید و راه های ارتباطی دیگهی که میتونید در وبسایت ایران فردا نیز جستجو. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، الوند، کوسند و سبلان، آسماری، کوهساران تفتان، دراد، دلهو و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، دلهایتان همواره شاد.